درود بیکران پاینده ایران خوشحالم که در این ساعت براتون برنامه اجرا میکنم مدیر کانال چهارم صدا و سیما در مناظره ای که در کانال یک با آقای قوچانی نجات داشت مباحث جالبی مطرح شد من کل صحبت رو شنیدم ولی واقعا دینم حالا ارزش نداره بخوایم ویژه برنامه بذاریم و یه گفتگو رو کامل بررسی کنیم اما یه تیکش برام جالب بود این تیکه رو دوست داشتم که با هم یک بررسی کنیم در مورد عدم حضور هنرمندان در صدا و سیما آقای او این اسامی که شما میبرید سروش صحت مهران مدیری رامبد جوان چون تو یاد داشتتون بود اینا که اصلا اینا هیچ کدوم حس مشود هستن اینها فرمودید چرا اینا نباید بتوانن برنامه بسازن در تلویزیون پاسخشو من به شما میگم پاسخش این واژه رو عمدن استفاده میکنم میدونم فارسی نیست ولی عمدن استفاده میکنم چون ادبیاتی است که خود اون کسانی که عاملش هستن اینو استفاده میکنن به خاطر نظام انکیزیسیون روشن فکری حاکم در این مملکت یه طور بگین تفتیش اقای نه حالا میگم بعدش میگم نظام شما نشستم آره نه 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 آره نظام نتخ کشی خب شما نظام... اینو اجازه آره بدین این بحث بره جلو باشه شما رو به خاطر به خاطر نظام نتخ کشی و تفتیش عقاید روشن فکری که اینجا حاکمه هیچ کدوم از این اسامی شما فرمودید به جز عادل فردوسی پور که حالا قصه جداست اینا رو تلویزیون منع نکرده که نیان تلویزیون نیان برنامه بسید جرعت نمی کنن بیان چرا؟ به خاطر نظام نطق کشی روشن که حاکمه تو این مملکت نظام روشن که معتقد به آزادی بیان معتقد نیست دعایه آزادی بیان داره دعایه گفتگو داره اما میگرده توی سوراخ های کوچک کوچه پس کوچه های مملکت یه نفر یه جای موزه گرفته باشه که این نمیپسنده بیا اینجا باید جواب پس بدی یعنی چی تلویزیون حرفا نداریم مسخره بازی نداریم خیانت به انقلاب ملی میکنی فلان بهمان چرا احسان علیخانی خانی نمیتواند برنامه بسازد چون نطوقشو میکشند خب ببینید بچه مذهبیه دیگه بچه مذهبی اونجوری که دوست داره تحریف میکنه بله این هست نسخ کشی که شما دارید میگید وجود داره ولی بعد ببینی یا آدم عاقل یعنی اصلا سازمان فکری اینا خیلی جالبه همش در بحث توجیه کردنه اینکه نظام نطق کشی روشن نمیتونیم اسمش دیگه بگیم شاید یه مقطعی نامش روشن فکری بود ولی بعد از این کارهایی که خب جمهوری اسلامی داره میکنه دستش مثل اختاپوس تو زندگی شخصی مردم کرده دستشو تو تمام ارکان کشورداری کرده در بخش خصوصی دستشو کرده تو بخش اقتصادی دستشو برده تو بخش هنری دستشو برده تو بخش آموزشی دستشو برده در همه جا دستشو ببین اولا اینکه تمام حکومت های دنیا بله یه دستی تو همه جا میبرن بستگی داره چقدر دستشون رو میبرن دیگه تو آرا ببین من نمیدونم چجوری تو آرنج که تو پاچه مردم نمیکنن که تاش میزنن دیگه شماها دیگه دستتون تو آرنج خب بردی تو همه موارد جامعه رو بعد از چهار دهه دیگه به مرحله ای رسوندی که قشن خط کشی شده وقتی تو تو صدا و سیما یه بار نه دو بار نه بارها مطرش اصلا نه فقط در صدا و سیما در خیلی از مقامات مقامات رسمی و نزدیک به بیت رهبریت بارها برمیگردی میگی آقا هر کی راضی نیست بفرمایید بره خیلی راحت خوشتون نمیاد برید هجاب نمیخواید داشته باشید برید خب پفیوزا ما اگر جلوی شما رو تو همون ایران نگیریم که شما آمال و تو اینه که کاخ سفید و حسینیه کنید کل کره کل... کل زمین در حقیقت هجاب داشته باشه اگر میگی برید چون الان زورت نمیرسه تو خارج از ایران حجاب را اعمال کنی بس بس زور و سنبه وقتی دستت به همه جا میبری دیگه یه فضایی ایجاد میشه کسانی که با تو دیگه مثلا مثل خیلی چهرهایی که دو دوزه بازی میکنن یا مثلا دیگه الان تو خودت این فضا رو ایجاد کردی یا با شما یا بر شما تو خودت اینو ایجاد کردی که اگه دختری چهار تا تاره موش از روسریش بیرونه برمیگردی میگی این ضد اسلامه یعنی براش اینو تعیین میکنی یا حجاب کامل مسلمانی یا یه ذره اگه حجابت بیاد بیرون ضد اسلامی خودت این خط ها رو پررنگ کردی وقتی یه همچین فضایی رو ایجاد میکنی جامعه دیگه از فضای روشن فکری در میاد تو فکر میکنی احسان علی خانی بابت نطق کشی مثلا یا آقای مهران مدیری یا آقای سروش صحت که اصلا اینا قشر هنرمندن تو بعد اینجا دوزاری اتفاقا ببین شما وقتی که سوار ماشین میشی روغنش کم باشه چه میدونم لاستیکت الان مثلا بادش کم شده باشه یا آلارمی جلوی داشبورد ماشینت میاد یه آلارمی میاد تو وقتی که میبینی منفعت طلبترین ترین قشر یک جامعه کیان سلبریتیان هنرمندان در تمام دنیا در تمام دنیا هنرمندان افرادی سطحی بدون عمق و بسیار منفعت طلبن بسیار منفعت طلبن تو بعد الان اینجا خود سوال کنی قشر بسیار منفعت طلبی که وجود دارن از جمله مهران مدیری سروش صحت یا نامهایی که داشتید می آوردید اینها وقتی که دیگه پاشون رو به خاطر اون نظام نطق کشی که شما میگی درستم میگی ولی این نظام نطق کشی شما فکر میکنی محدود به جامعه روشنفکری میشه بعد این محدود به جامعه روشنفکری است بعد میاد نطق میکشه اونم برای سلبریتی هایی که همه چیز خار هستن سلبریتی هایی که منفعت طلب هستن بعد اونام قبول میکنن و از این جامعه روشنفکری نطق کش میترسن و وارد صدا و سیما نمیشن خب تو آدم ابلهی هستی نه تو کل سازمان فکری شما که فکر میکنید که امام تایم قرار زور کنه یا الان کل سازمان فکری شما که برای فاحشه دو عالم فاطمه زهرا صلی الله که 1400 سال پیش فدای پشم زیر بغل من شده مرده و شما همچنان براش عزاداری میکنی این سازمان فکری نمیخواد که با واقعیت های جامعه شناسی رو در روشه نطق کشی داره انجام میشه ولی این نطق کشی یک جامعه ب ب ب اقلیت روشن فکری محدود توانایی نداره یک جامعه سلبریتی زیادی خواه را فعالیتاشو رو دیاکتیف کنه مسکوت کنه فعالیتاشو رو در حقیقت جلوشو بگیره به ترسونتش بازدارندگی ایجاد کنه که اون نره پس این نطق کشی محدود نیست محدود به جامعه روشن فکری نیست این اتاق کشیه خیلی گسترده است به گستردگی ملت ایران است و این هنرمند همه چیز دیده که آقا جان انقدر تو گند دیده که اگر بخواد تو اون مملکت زندگی کنه حیات داشته باشه رفت آمد داشته باشه باید از تو فاصله بگیره آقا ببین تو چقدر کثیفی من امید دارنا که از هفت دولت آزادم نه در جمع ایرانیا هستم نه در مکانی هستم که ایرانی باشه نه در موقعیت مالی هستم که اصلا کاری به ایرانیا داشته باشم اصلا از هفت دولت آزادم در جزایر قناری تنهایی دیدم که نمیتونم با تو دیگه باشم مجبور شدم فاصله بگیرم میزان کثیف بودن و تو تا جاییه که اتفاقا حالا دارم به تو پیش شما ببینید ملا علیز برادر گام به گام داره فاصله شو با این نظام در آینده خواهد گرفت یعنی کسی که از نگاه چپ اومده به اینا نزدیک شده مجبور فاصله بگیره حالا خواهید دید نمیشه یعنی شما مگه اینکه واقعا باید یک شیعه عقب افتاده تا ته باشی حتی همون رایفی پور هم که داره صحبت میکنه یه جاهایی مجبور از اصل خود حکومت یه فاصله ای بگیره تا بتونه یه برشی داشته باشه نه برای مردم عادی برای هواداران خودیش شما نمیتونید ببخشید دست تو همه ارکان کشور ببری مردم عصبی کردی آقای مهران مدیری آقای سروش سهر احسان علیخانی خانی میرن تو جمع و نگاه سنگین مردم باعث شده که اینا فاصله بگیرن و تو خیلی راحت میخوای صورت مسئله رو اشتباه ترک کنی و اصلا اینو سوال نمی کنی اگر یک جامعه اقلیت روشن فکری میتونه اینگونه گونه نطق بکشه که خیلی اوضاعتون خرابه ولی خود سوال نمی کنی این نطق کشی چطور هر طیفی که میخوای اسمشو بذاری حالا روشن فکری من میگم ملت ایران چون یک جامعه محدود روشن فکر نمیتونه جلوی این هنرمندانو بگیره بعد بریم ببینی که آقا چیکار کردی که الان هنرمند همه چیز خاره منفعت طلب بین تو که بعد بیا تو صدا ما پول هست معروفیت هست مطرح شدن هست به هر حال کار هست جلوی دوربین هست برای یه دونه سلبریتی هم جلوی دوربین بودن به هر حال به مانند یه بازیکن فوتبالیه که دوست داره فیکس باشه دیگه خیلی مهمه تو چیکار کردی که یه هنرمند بین اینکه تو رو انتخاب کنه که توش پر پوله توش پر موقعیت شغلیه توش پره اینه که به عنوان یک سلبریتی جلوی دوربین باشه تا اینکه کار نکنه با تو رو کار نکنه با تو رو انتخاب میکنه <تصدقی> تو خیلی راحت خود راحت میکنی آقا جامعه نطق کشیه ما جلوی اینا رو اونا خودشون نمیان اوکی okay. صورت مسئله رو اینجوری دوستایی تر کنی خب تر کنید ما حالا بررسی میکنیم میگیم داری اشتباه تر میکنیم مهم زمان میخوره دو تا سه تا دیگه اتفاقات محسن امینی جوری شما رو بزنه زمین که اصلا نفهمی از کجا خورد حکومت ها چجوری نابود میشن سر همین خریت ها حکومت ها بر سر همین نشنیدن ها و خریت ها شما یک جریان نابودگرید و صورت مسئله رو همش دارید اشتباه طرح میکنی در باب میل خودت آره تو ما به قول معروف بچه پیامبری حالا بماند که خود پیامبرش گونی بوده خود محمد شطرباز بوده بماند که خود محمدش با دختر خودش فاطمه تجاوز میکرده بماند که خود محمد تو باستن حضرت علی علیه السلام میذاشته بله داتشون با هم گی بودن حالا اینا بمانند حالا ولی به عنوان مثال شما پسر پیغمبری بقیه بدن بقیه هنرمندان و جامعه و روشنفکری و همه اینا بدن اینجوری دوست داری تر کنی مسئله رو خب تر کن ولی واقعیت اینه که تو انقدر گنگ زدی انقدر مزاحمت ایجاد کردی در تمامی لایه های اجتماعی سیاسی اقتصادی جامعه جامعه رو خودت خط کشی کردی جامعه هم دیگه فهمیده با تو آبش تو یک جوی نمیره هر کی با تو همکاری میکنه با چشم تنفر بهش نگاه میکنه والا ما که با تو همکاری نکردیم از روی ایران پرستی اومدیم دو تا حمایت کنیم که یه مقدار در حقیقت بتونیم کشورمون رو به سمت پیشرفت ببریم همین که بهت نزدیک شدیم کلی فوش خار مادر خوردیم فوش خار مادری هم که خوردیم بهتون بگم انقدر که این بده جنایت کرده فوش خار به ناحقی هم نیست یعنی آقا این حکومت انقدر دیگه داره جنایت میکنه واقعا کسانی که بهش نزدیک میشن فوشی که میخورن حق است حق, هست. حق هست. حالا الان تو بگی؟ آقا تو هم خوردی حق است هر کی به این من من آگاهانه نزدیک شدم من میدونستم که فوش میخورم من سطح میهن پرستین بالا بود که این کارو کردم یعنی بله کسی که میخواد الان دیگه واقعا با این حکومت کار کنه هر چی فوش بخوره هر بلایی سرش بیاد دیگه حقه بنابراین این هنرمنده میگه آقا درست اونجا پوله اونجا جلو دوربینه اونجا کاره ولی خر من از کارگی دوم نداره نفس نکشم یا تو جامعه هیچ کنتاکی نداشته باشم اینکه خیلی بدتره دیگه اینکه فایده نداره که برای همین ترجیح میده با تو کار نکنه بدتر از این هم میشه ببین روزی که هنرمندانی مثل فرخ نژاد و این آقای چیچی ارجمند برزو ارجمند و چهرهایی بمانند این که بسیار منفعت طلبن و بسیار در هر سریال ارزشی جمهوری اسلامی هم کار کردن اینها حاضر شدن برن آمریکا آمریکا بر تو آمریکاست برای اون هنرمند تو آم... برای اونایی که آمریکا نرفتن آمریکاست برای یه هنرمندی که در ایران درآمدش بوده آمریکا جهنمه و فرخ نژاد و برز و ارجمند یه نرفتن آمریکا که خوشحال بشن که اینا سالها تو رفت آمد بودن و چون تو رفت آمد بودن میدونستن آمریکا جای خوبی نیست اما ببین چیکار کردی با این هنرمندان که آمریکا رو ترجیح دادن به زندگی در ایران خیلی ممنون دمتون گم بله دیوار کج دیوارتون کج گذاشتید اولش خشتش رو کج گذاشتید تا آخرش تا به سرعیام کج میره آخرش هم این دیواری کجتون میریزه حالا توجیه کن دیگه آره سازمان یا در حقیقت جریان نطق کشی روشن فکری نمیذاره هنرمندان میاسه اینجوری اگر دوست داری مسئله رو تر کنی همینجوری هم برو من حرفمو زدم زمانم که داره نشون میده وضعیت سال به سال وضعیتتون داره خرابتر میشه در حوزه اجتماعی ریزشاتون هم داره خیلی گسترده تر میشه حالا تو همین برنامه بیشتر بهش میرسیم شب و روزگار خوش تک تکتون به اهورامزه ایران میسپارم بدرود